درود بر شما. لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. با سپاس. ایران به عنوان سرزمین و کشوری پهناور و دارای تاریخ کهن و متنوع و پرفراز و نشیب در درازنای زمان و در عرصه جغرافیا دارای ویژگی هایی است که نیک یا بد مختص خودش است و با دیگر کشورها و جوامع برابر نیست. بخشی از این مختصات معضلاتی هستند که در این سرزمین و در جامعه ایرانی به نحو تاریخی وجود داشته و دارد. می توانیم مشکلات را به عوامل قریب و بعید بازگرداند و نیز می توان ریشه ها را در تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و مذهب و اقتصاد و سیاست جست و باز شناخت. پدیده ای که از آن تحت عنوان خلاقیت ایرانی یاد می شود. جملگی برآمده از عوامل هزارتوی تاریخ و فرهنگ و حتی جغرافیای ایران زمین است. در آغاز بگوییم معضل مدیریتی و بحران کارآمدی پدیده و در واقع نظریه ای است که با آن می توان فصلهای زوال و یا روبه زوال تاریخ ایران از روزگار کهن تا ایران معاصر را توضیح داد. به عبارت دیگر، هر بار و در هر مقطعی که پادشاهان و یا وزیران و امیران خردمند زمام امور کشور را بر عهده داشتند، کشور کما بیش به سامان بوده و مردم و جامعه نیز به تناسب در رفاه و آسایش و امنیت زیسته و در مجموع رضایت عمومی حاصل می شده و این وضعیت خود به مدیریت خوب می افزوده و از بحران ناکارآمدی مدیران می کاسته است. تأسیس و یا توسعه تمدن ایرانی مطلقاً در این دوره ها رخ داده است. برای مثال در 100 سال پسین پادشاهی ساسانی چنین مدیریتی کاستی گرفت و در نتیجه به سستی نظام حاکم افزود و سرانجام به فروپاشی منتهی شد. در نیمه دوم عصر صفوی و در اواخر عصر قاجار نیز چنین وضعیتی حاکم بود. البته می دانیم که رخدادهای اجتماعی و به ویژه برآمدن و زوال تمدنها و دولتها تک علی نیستند و به علل و عوامل پیچیده‌ای باز می گردند. امروز بر همه روشن است که حکومت دینی حاکم بر ایران پس از انقلاب از جهات مختلف دچار بحران عمیق است و هر روز نیز بر عرض و طول و عمق این بحران افزوده می شود. در تعریف بحران می گویند وضعیتی حاد که راه چاره‌ای برای آن به نظر نرسد. برای مثال اگر حال بیماری چنان بد شود که درمانی نداشته باشد و به عبارتی هیچ داروی مؤثر واقع نشود، بیمار در وضعیت بحرانی قرار دارد. البته این بدان معنا نیست که بیمار حتما و فورا خواهد مرد، ولی حداقل آن است که بیمار در وضعیت وخیم و ناپایداری قرار دارد و باید به جد کاری کرد، البته اگر کاری بتوان کرد. جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب عمومی و جنبش خیابانی است. اکنون میتوان به طور مستند نشان داد که جمهوری اسلامی نه تنها در تحقق اهداف و آرمانهای اعلام شده خود از جهات مختلف ناکام بوده، بلکه حتی شهروندان خود یعنی جامعه ایرانی را به وضعیتی به مراتب فروتر و بدتر از قبل دچار کرده است. تمام آمار و ارقام دولتی و اعتراف مسئولان نظام گواه است که امروز نظام و عرصه هایی در جامعه به مراتب بیشتر گرفتار انواع فساد است و نظام ولایی حاکم تقریبا در هیچ زمینه موفق نبوده و بلکه جامعه و کشور را در گرداب های پیچیده فساد و تباهی غرق کرده است. علت العلل ناکامی جمهوری اسلامی در مدیریت کارآمد. درباره علل ناکامی جمهوری اسلامی سخنان زیادی گفته شده و می شود و در این باب به علل و عوامل متنوعی اشاره می شود که جمله آنها می توانند در جای خود درست باشند. با این حال اگر بتوانیم این عوامل را به یک عامل بنیادی تر تقلیل دهیم، آن عامل معضل ناتوانی در مدیریت کلان و در واقع نوع رهبری نظام ولایی است که به طور طبیعی و گریز ناپذیری بحران ناکارآمدی را در پی داشته است. اما این مشکل ساختاری است، به گونه‌ای که در عمل کار سترگ مدیریت کشوری مانند ایران و آن هم در قرن 21 را ناممکن کرده است و مشکل چنان جدی است که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی راه برون رفتی برای آن وجود ندارد. در ساختار قانونی نظام جمهوری اسلامی اگر رهبر به طور فردی آدم مدیر و مدبری هم باشد، در عمل چنان گرفتار تناقضات بنیادی قانونی و حقوقی است که در نهایت امکان ندارد به طور سازگار و فیصله بخش اعمال مدیریت کند و حداقل تکلیف خط سیر نظام و نوع مدیریت آن را
به لحاظ اصولی روشن سازد. در توضیح این مدعا می توان به یک اصل اساسی اشاره کرد و آن این که در صدر انقلاب و در زمان تدوین قانون اساسی دو تفکر و در واقع می توان گفت دو ایده کلان در سطح مختلف جامعه و در طیف متنوع و رنگارنگ انقلابیون و حتی خمینی و بخشی از روحانیون انقلابی وجود داشت. آزادی و دموکراسی که البته در آن زمان بیشتر حاکمیت ملی گفته می شد در یک سو و ایده حکومت اسلامی با مدل ولایت فقیهان یعنی حاکمیت علمای دینی از سوی دیگر. از آنجا که خمینی و جناح فکری او در آن زمان دست بالا را داشته و در تدوین قانون و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اکثریت مطلق را در اختیار داشتند، قانون اساسی را به گونه ای تنظیم کردند که جمهوری و اسلام یعنی حکومت دینی و فقهی متعارف سنتی و مورد قبول خمینی و پیروانش در کنار هم بنشینند. در واقع بین این دو تفکر و یا مدل نظام سیاسی سازگاری ایجاد شود. اما به زودی در عمل ثابت شد که حکومت عرفی جمهوری و دموکراسی متعارف را به هیچ وجه نمیتوان با حکومت دینی و شرعی تلفیق کرد. یعنی نمیتوان هم جمهوری به شکل فرانسوی آن، مدلی که خمینی در پاریس گفته بود داشت و هم نظام سنتی فقهی ولایی عصر مادون مدرن را. به ویژه که در همان زمان نیز تنظیم کنندگان روحانی قانون اساسی که خود احتمالاً به متناقض بودن این دو مدل آگاه بودند ولی شرایط اجازه نمی‌داد بدان اذعان کنند تا توانستند بر غلظت مذهبی آن افزودند و سرانجام کار پوسته‌ای تهی از محتوای معقول برای جمهوری بر جای ماند. به همین دلیل بود که در بازنگری قانون اساسی در 10 سال بعد سال 1368 و به فرمان مستقیم شخص خمینی چنان دگردیسی بنیادینی در قانون اساسی ایجاد شد که همان پوسته نیز به نازلترین حد اثرگذاریش رسید. گفتنی این که این تلفیق در مشروطیت نیز به نوعی دیگر انجام شد که دیدیم هرگز کامیاب نشد و بلکه پیامدهای منفی نیز به بار آورد. حال در ساختار قانون جمهوری اسلامی به لحاظ رسمی و قانونی تمام نمادها و نهادهای دموکراتیک و مدرن هست، ولی در محتوا و در واقعیت امر همه چیز به سود شرع و شریعت مداران یعنی همان فقیهان حاکم و تابع مصادره شده و عملا هیچ مضمون قابل دفاع و مؤثری در جمهوریت نظام باقی نمانده است. انتخابات، اخذ آرا، قاعده اکثریت اقلیت، تفکیک قوا، مطبوعات، احزاب، نهادهای مدنی، شوراهای پرشمار، دستگاه قضایی، نهادهای آموزشی مدرن، چاپ و انتشارات، فیلم و سینما، همه چیز هست ولی هیچ چیز نیست. رئیس جمهوری هست و از سوی مردم انتخاب می شود ولی همواره در یک انتخابات دو مرحله‌ای و گزینشی از درون صندوق آرا در می آید و پس از آن نیز از اختیارات لازم حتی در محدوده قانون اساسی برای اجرای مصوبات کابینه محروم است. دستگاه قضایی پرهزینه و پرمدعا است ولی از هیچ استقلالی برخوردار نیست، چرا که رئیس آن را رهبر منصوب می کند و او نیز آشکارا اعلام می کند مطیع رهبر است و فقط فرمان او را اجرا می کند. چنین دستگاهی هرگز نمیتواند مرجع تظلمات و مجری عدالت و قانون باشد. ظاهرا مشروعیت مجموعه نظام در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی است، ولی دیری است که ولایت مداران مدعیان مشروعیت قانون اساسی نیز از طریق تایید و تنفیذ ولی امر تأمین میشود. تناقض از این بیشتر نمیشود. این وضعیت حاکمیت دوگانه انتخابی و انتصابی را خلق کرده، به گونه ای که یکی نافی دیگری است و حتی نهادهای انتصابی کارکردهای معمول نهادهای انتخابی را خونسا و به سود خود مصادره می کند. بی دلیل نیست که از آغاز تا کنون هر رئیس جمهوری، حتی رئیس جمهورهای گزینش شده و ولایی و مورد اعتماد، به دلیل تکیه بر آرای مردم کم و بیش با رهبر نظام زاویه پیدا کردند. ریشه این همه تناقض به این باز می‌گردد که قانون اساسی یک فرد معمم را به عنوان جانشین خدا و رسول و امام غایب در رأس هرم قدرت و نظام سیاسی با نام ترکیبی متناقض جمهوری اسلامی نشانده و طبق اصول 57 قانون اساسی و نیز در اصل 110 به او اختیارات مطلق در حد فراتر از قانون و حتی فراتر از شرع داده تا او هر نوع که خود تشخیص می‌دهد
قوا را منظم کند و در سیاست‌های کلان نظام داخلی و خارجی تصمیم بگیرد و نظام و جامعه و ملت را مدیریت کند. از آنجا که اسلام و احکام شریعت تا بی نهایت تفسیر بردار است، عملاً ولی مطلق ناگزیر به تفسیر خاص فقهی خود عمل خواهد کرد و این یعنی اینکه حتی فقیهان دیگر جز اطاعت از افکار و تصمیمات حکومتی وی که اصطلاحاً حکم حکومتی گفته می شود کاری نمی توانند کرد. تکلیف غیر فقیهان و به طور خاص غیر مذهبی ها نیز روشن است. بخش دیگر مشکل و تناقض به این موضوع مهم باز می گردد که نه خمینی به قانون به معنای متعارف و مدرن آن باور داشت و نه خامنه ای و دیگر ارکان فقهی نظام به قانون اعتقاد جدی دارند. در این صورت چگونه ممکن است که نظام قانون مدار باشد و ولی امر و یا دیگر مدیران عالی و دانی نظام از مدیریت به سامانی برخوردار باشند؟ البته در همین قانون نیز نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شده، ولی این نهاد صرفاً در اموری که رهبری بدان ارجاع می‌دهد نظر مشورتی می‌دهد و در نهایت رهبر ملزم نیست بدان عمل کند. یا برای انتخاب و عزل رهبر و نیز نظارت بر اعمال رهبر مجلس خبرگان رهبری تعبیه شده و وجود دارد، ولی چنان که عملکرد حدود 42 ساله آن نشان می‌دهد، این مجلس نیز در چارچوب تفکر فقهی خود نمی‌تواند بر اعمال رهبر نظارت کند و حداقل از اشتباهات احتمالی وی بکاهد و نه در ساختار حقیقی آن می‌خواهد اقدامی بکند. چنان که مهدوی کنی صریحاً اعلام کرده بود، خبرگان وظیفه‌ای جز حراست از رهبری ندارد. اصولاً طبق نظریه کشف، مجلس خبرگان فقط رهبری را که از پیش نزد خدا و رسول متعین است کشف می‌کند و نه انتخاب. به ویژه که اعضای محدود و معدود مجلس خبرگان رهبری یک دست روحانی و عموماً در جاهای مختلف برگزیده و مأمور مقام رهبری‌اند. در این ساختار چگونه ممکن است این نهاد بتواند و یا بخواهد بر اعمال رهبری نظارت کند؟ در این ساختار رهبر عملاً خودکامه ای است که مرزی نمی‌شناسد و مادام العمر بودن نیز بر غلظت این خودکامگی افزوده است. اکنون ساختار جمهوری اسلامی و نظام ولایان مصداق کامل همان استبداد دینی است که در 112 سال قبل عالم مشروطه خواه یعنی نائینی از آن یاد کرد و گفت هر نوع استبدادی علاج پذیر است جز استبداد دینی، چرا که مستظهر به قداست دینی است و هر نوع مخالفتی را دشمنی با خدا و دین می داند و سرکوبشان می کند. حال مدعای اصلی این است که ساختار حقوق نظام جمهوری اسلامی ذاتاً متناقض است و اگر رهبر هر که باشد بخواهد واقعاً به مر قانون عمل کند، با بن‌بست‌های پرشماری مواجهه خواهد شد. مثلا اگر بخواهد هم آزادی‌ها را پاس بدارد و هم حقوق شهروندی را رعایت کند، در عمل با شماری از قیودات شرعی دیگر مواجهه خواهد شد که آشکارا با این حقوق در تعارضند. به ویژه در زمانی که ولی فقیه عالم دین است و به این دلیل به این مقام برگزیده شده است تا حریم شرع را حفظ کند، مگر می تواند ناقض احکام شرع باشد؟ خمینی در آغاز انقلاب اعلام کرد که فقه برنامه عملی حکومت است. نظام ولایی جز این نیست و نمی تواند باشد. از سوی دیگر اعلام کرد که حفظ نظام از اوجب واجبات است. خمینی در 10 سال رهبریش برای حفظ نظام از هیچ کاری خلاف قانون و اخلاق و حتی شرع ابایی نداشت و خامنه ای نیز همین قاعده را به دقت عمل کرده و می کند. جمهوری اسلامی از همان پوسته جمهوریت برای مشروعیت بخشیدن ظاهری خود سود می برد، ولی محتوا و ایدئولوژی فقهی و ولایی ارتجایی کهن خود را بر آن سوار کرده و برای تحقق آن تلاش می کند و این پارادوکس عمیقی را پدید آورده که مدیریت کشور را با بحران مواجه کرده و بر عمق ناکارآمدی افزوده است. اکنون نیز راهی جز این متصور نیست که تکلیف یکسره شود، یا جمهوری با تمام لوازمش و یا حکومت شرعی و فقهی با تمام لوازمش. اما اگر بخش دوم عنوان نظام حذف شود، دیگر پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. اکنون ایران با این مشکلات مواجه است و شاید به دلیل اهمیت دراز مدتش بحران محیط زیست مسئله آب مهمترین باشد. ولی چرا این گونه شده؟ و آیا چشماندازی برای رفع و حداقل کاهش بحران وجود دارد؟ چنین نمی نماید. برای اینکه مدیریت فقهی به مثابه محور ایدئولوژیک نظام ولایی عملا نمی تواند مانند تمام نظام های سیاسی متعارف
از کارشناسان آزاد و به تعبیر رایج غیر مکتبی استفاده لازم را بکند. همه چیز تا آنجا مجاز است که اصل عدم مغایرت با شرع را بپذیرد و در خدمت حفظ نظام و رهبری باشد. طبق تفسیر رایج و رسمی، مکتب و شرع نیز منحصراً به وسیله رهبر مطلق نظام تفسیر می شود و رسمیت می‌یابد. نظام جمهوری اسلامی در این 14 دهه ناکام و ناکارآمد بوده و به اهداف اعلام شدهش نرسیده. مهمترین دلیل ناکامی این نظام معضل مدیریت و ناکارآمدی است و این مشکل نیز خود به یک معضل اساسی برمیگردد و آن تلاش برای سازگاری جمهوری و اسلام است که اخیراً تحت عنوان مردم سالاری دینی یاد می‌شود. بی تردید از بدبیاری مردم این بود که شخصی چون خامنه ای به رهبری نظام برکشیده شده و امروز پس از حدود 30 سال او به سهم خود در ناکارآمدی نظام نقش کلیدی دارد. ممنون که کانال دیگه چه خبر رو تماشا کردید. لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. پیروز باشید.